پرواز بلند آدمی زادی را، آن جشن بزرگ روز آزادی را. در محل برگزاری مراسم افتتاحیه اولین دوره مسابقه نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی مهسا هستم که به همت اندیشکده آوای آزادی و دبیری سینماگر ایرانی حمید فرخ‌نژاد برگزار میشه. قرار هستش که در پایان این دوره و این مسابقات به فیلمنامه‌ها و نمایشنامه‌های برتر جوایزی اختصاص داده بشه. این جشنواره امروز مقارن هست با دو تا در واقع اتفاق. یکی بحث جشنواره یا فستیوال مهسا است که اولین محصول فستیوال مهسا همین اولین مسابقه فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی است. من امیدوارم با شکل گرفتن و استقبالی که از این اتفاق میفته ما تو رویدادهای بعدی جشنواره‌های فیلم‌های کوتاه و فیلم‌های بلند رو هم در واقع اضافه بکنیم به فستیوال مهسا. توی این مقطع کلیه اطلاعاتی که لازم دارن شرکت کنندگان روی وبسایت ما به آدرس www.mahsafestival.com در واقع ارائه خواهد شد. خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به میهمانی گشایش یا افتتاحیه جشنواره فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی مهسا. ببین، در هر دو بخش فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی به طور خلاصه اگر بخوام بگم، تمام معضلاتی که گروه‌های مختلف در ایران باهاش روبرو بودن یک جایی در این شش بخشی که ما اعلام کردیم برای موضوعات فیلمنامه یا نمایشنامه میگنجه. از زن زندگی آزادی گرفته تا ایران پس از جمهوری اسلامی، تا برخوردی که با سایر مذاهب، سایر گرایشات جنسی، مذهبی، قومی میشه. مأموریت اولش انعکاس صدای مردم آزادی خواه ایرانه. و ما ممکنه بپرسید که این مردم آزادی خواه ایران کیا هستن؟ چرا بگید مردم آزادی خواه ایران؟ انگیزه اندیشکده آوای آزادی در برگزاری اولین مسابقه فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی مهسا برابر با مأموریت اصلی اندیشکده آوای آزادی است. اندیشکده آوای آزادی سه مأموریت اصلی داره که اولیش انعکاس صدای مردم آزادی خواه ایرانه. خب این رو تعریف شده توسط مردم آزادی خواه ایران برای ما که اینها اون بخش از جامعه ایران هستند که نه بزرگ رو به جمهوری اسلامی گفتن و صدای اونها رو ما منعکس میکنیم. اینطوری که حمید فرخ‌نژاد دبیر برگزاری این مسابقه اعلام کردش، قرار هستش که دقیقاً همزمان با سالروز کشته شدن مهسا امینی برندگان و کسانی که تونستن جوایز رو به خودشون اختصاص بدن اعلام بشه. ضمن اینکه او یک نکته امنیتی رو هم اعلام کرد و گفتش که کسانی که قرار هست آثار خودشون رو از داخل ایران به این دور از مسابقات بفرستن، با استفاده از یک پلتفرم خاص امنیتشون حفظ خواهد شد. بنابراین کسانی که از داخل ایران میخوان آثار نوشته های خودشون رو ارسال بکنن، نگرانی امنیتی هم نخواهند داشت. امیر گیتی، صدای آمریکا، نیوپورت بیچ، کالیفرنیا.